به دلیل افزایش ناامنی ها و سطح تازه از ترورهای هدفمند، مجلس نمایندگان مسئولان نهادهای امنیتی را استجواب کردند. در استجواب مجلس نمایندگان، وزیر امور داخله گفت که طالبان آمادگی جنگ تمام عیار را برای سال آینده گرفتند و نیروهای امنیتی هم آمادگی متقابل دارند. رئیس امنیت ملی هم از تلاش انتقال رهبری گروه طالبان به داخل افغانستان گفت و همچنین تاکید کرد که طالبان برای ایجاد رعب و وحشت در اذهان عمومی، کابل و فعالان رسانه‌ای را نقطه فشار قرار دادند. این روزها صبح کابل و ولایات با صدای انفجار و ترورهای هدفمند آغاز می شود. مردم کم کم به صدای انفجار عادت کردند. صبح نیست که کابل شاهد انفجار و ترور نباشد. امروز هم پایتخت شاهد انفجار یک ماین مغناطیسی بود. مجلس نمایندگان بر همین اساس مسئولان نهادهای امنیتی را به مجلس برای وضاحت و چگونگی این رویدادها فراخواندند. تاییدی اواخر ناامنی ها، انفجار، انتحار، مینای چسبکی بر ملت افغانستان بسنده و قابل قبول نیست. با توجه به نگرانی های امنیتی شدیدی که وجود داره و جریان گفتگوهای صلح، مهمترین سوال امروز است که نهادهای امنیتی افغانستان برای مقابله با تهدیدات جدی طالبان و تشدید جنگ ها و خشونت ها چه پلان و برنامه ای داره؟ بخش از انتقاد نمایندگان بر این بود که چگونه این همه تجهیزات به آسانی و دست مخالفان قرار می گیرد. جناب رئیس عمومی امنیت ملی، می خواهم توضیح دهید که دشمن مهمات از کجا می کنه؟ دو، کشف جرایم سازمان یافته از جمله ماین‌های چسبکی، ترورهای هدفمند و قتل‌های سازمان یافته. در استجواب نمایندگان وزیر دفاع ملی حضورش دیدن نشد. رئیس مجلس گفت او برای درمان به خارج از کشور رفته. از سوی هم از ساز و برگ‌ها و همچنین صحبت‌های وزیر امور داخله برداشت‌ها چنین بود که سال آینده هم برای مردم افغانستان سال نیکویی نخواهد بود. طالبان برای یک جنگ تمام عیار آمادگی گرفتند، آن هم همزمان با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان. در عین حال اطلاعات ما مبنی بر این است که طالبان برای یک جنگ دیگر آمادگی دارند. بنابراین ما برای این جنگ در 3 ماه گذشته آمادگی داریم. رئیس امنیت ملی هم گفت طالبان تلاش دارند تا رهبری این گروه را از پاکستان به داخل افغانستان انتقال دهند و از همین رو با افزایش حملات در ولایت‌های جنوبی در تلاش جای پاند. و همچنین گفت افزایش ترورها و انفجارهای ماین‌های مغناطیسی برای ایجاد رعب و وحشت است. دشمن امو نقطه ای را که بسیار زیر فشار قرار میده کابل است. وقتی که ما حوادث ماین‌های چسبکی و ترورا و انفجارا را مقایسه میکنیم، کابل بلندتر از هر ولایت دیگه است. به تعقیب از او باز هرات و قندار و شهرهای بزرگ دیگه مانندگرهار است و باز همی پس به این میگرده که این نقطه است که مردم از ذهنیتش خراب میسازه. از سوی هم مسئولان نهادهای امنیتی در حال این سخنان را مطرح میکنند که قرار است دور بعدی مذاکرات آغاز و دولت با فشاری روی آتش بست دارد. برای بحث بیشتر در این مورد گفتگوی داشتم با آقای لطیف آرش، آگاه مسائل سیاسی، با طرح این سوال که قرار است دور دوم مذاکرات فردا در دوحه آغاز شود، این دور را چگونه می‌بینید؟ آیا نتیجه‌ای در پی خواهد داشت؟ خب این دور مهم، نفسگیر و اساسی است. قرار است در این دور دو طرف اجنده های خود را به یک طرف، به هر دو طرف تسلیم بکنه. قرار است دولت افغانستان مسئله آتش بس را پیشکش بکنه. او ممکن است طالبان هم روی حکومت آینده یا هم نویت این حکومت بحث بکنه. این مذاکرات، این دور وابسته است به دیدگاه های کاخ نشین جدید کاخ سفید. قرار است که با آغاز این دور
جو بایدن هم رسما قدرت را از ترامپ تسلیم شود و بایدن نظریاتش در قسمت جنگ و صلح افغانستان تا حدود متفاوت است با دولت آقای ترامپ. ترامپ خواهان خروج کامل و بدون قید و شرط نیروها بود، اما جو بایدن به این عقیده است که باید یک واحد کوچک عملیاتی ضد حراس افغانی در افغانستان حفظ شود. البته این در کارزارهای انتخاباتی میگفت. در صورتی که پافشاری بکنم، من فکر میکنم که مسیر صلح و جنگ افغانستان به گونه اساسی تغییر خواهد کرد. بله، حکومت، هیئت حکومت از نبود شما بین سران حکومت شکایت دارند. چرا سران حکومت موفق به ایجاد دیدگاه واحد نشدند تا هنوز؟ متاسفانه از 6 سال به این طرف که حکومت به نام حکومت وحدت ملی آغاز شد و حالا که به نام حکومت مشارکتی است، ما شما در تمامی عرصه ها به تشتت و پراکندگی آرا روبرو بودیم، هم در سیاست داخلی هم در سیاست خارجی. بله. دلیلش این است که خاصیت حکومت های مشارکتی و ائتلافی همین است که دیدگاه واحد در مسائل مهم و اساسی ندارن و صلح افغانستان یکی از مهمترین مسائل افغانستان است و طبعا که چون گروه ها و جناهای مختلف این حکومت را شکل داده، دیدگاه های واحد هم طبیعی است که در اینجا شکل نخواهد گرفت. بله، چقدر تحت تاثیر قرار میتونه مذاکرات صلح نبود اجماع ملی در حکومت افغانستان؟ خب در صورتی که هیئت بتونه یک پارچگی خود را حفظ بکنه و قسمی که تا کنون حفظ کرده و طرف مقابل نتونه در اون درز و شکاف ایجاد بکنه و از سوی دیگر این اختلاف فعلی که در میان سران حکومت است، ای از حالت فعلیش به اوج خود نرسه و در حقیقت دیدگاه های کسایی که در اوج به عنوان هیئت رفته ای یک دیدگاه واحد باقی بمانه، من فکر میکنم که تاثیرات آنچنانی نخواهد داشت. بله. اما در صورت که اختلافات در درون به اوجش برسه، قسمی که ما میبینیم جرقه های از بعضی اختلافات بین کاخ ریاست جمهوری و شخصیت هایی که با رئیس جمهور در گذشته در ائتلاف قرار داشتن، مشخصا آقای استاد عطا محمد نور، در صورتی که این دیدگاه ها و اختلافات تشدید شوه، ممکن هست که تاثیرات خود را روی هیئت بگذاره و در صورتی که این تاثیرگذاری بسیار زیاد وسیع شوه، روی مذاکرات و موقف دولت افغانستان و هیئت افغانستان تاثیرات خود خواهد داشت. بله آقای آرش، خیلی ها به این باورند که ما آدرس صلح را اشتباه رفتیم و معتقدند که باید اول مشکلات خود با اسلام آباد حل بکنیم نه با طالبان. نظر شما چیست؟ خب در 20 سال گذشته همین بحث بود که باید با پاکستان مشکل را حل کرد که نشد. در آغاز حکومت وحدت ملی هم رئیس جمهور گفتند که ما با دولت پاکستان در جنگ نااعلام شده هستیم. برای اولین بار خلاف عرف دیپلماتیک به مراکز نظامی پاکستان سفر صورت گرفت اما نتیجه نداد. ما فکر میکنیم پروسه فعلی که آغاز شده تحت مدیریت و اشراف دولت آمریکا هست و در نتیجه فشار آمریکا است که هم در سطح ملی، هم در سطح منطقه‌ای و هم در سطح جهانی یک اجماع شکل گرفته و تا زمانی که این فشار موجود باشه، ما فکر میکنیم که این اجماع برقرار خواهد بود و مذاکرات به پیش خواهد رفت. در صورتی که این فشار کاسته میشه و یا هم دیدگاه کاخ سفید در قسمت جنگ و صلح افغانستان تغییر میکنه، آنگاه هست که مسیر صلح و جنگ افغانستان از مسیر فعلیش تغییر خواهد کرد.